اجلاس میان دوره‌ای شورای ملی مقاومت ایران، قسمت ششم. آقای اقوامی بفرمایید. سلام و درود به خانم رجوی اعضای شورا. تشکر میکنم فرصت کوتاهی به من دادید تا نظرم رو درباره وضع کنونی ایران بگم. عواملی که باعث سرنگونی یه رژیم دیکتاتوری میشود رو میتوان در سه زیر شاخه بررسی کرد. مردم عادی، مقاومت و رژیم. اجازه بدید معذرت بخوام به خاطر صدام، به خاطر اینکه من یکی از تارات صوتیمو حساس کردم. من معذرت میخوام. اجازه بدید اول خیلی کوتاه درباره این زیر شاخه در جامعه کنونی را صحبت کنم. مردم عادی، فقر، بیکاری، گرانی، جان به لب مردم آوردی. تورم قوام می کنند. مردم در یک جف امنیتی و نظام زندگی می کنند. مقاومت با حسی اصلیش مجاهدین قلب، سازمان یافته با رهبریت آینده‌گرا، با تشکیلات منسجم، یه دست با انضباط در بالاترین سطح خودشون است. رژیم با ناکارایی هاش، مدیریت ضعیف و فساد سیستماتیک در همه جبهه‌های داخلی و خارجی به بن‌بست رسید. درباره همین عوامل در جلسات شورا بحث و بررسی شده است. آنچه کمتر گفته شده رابطه پیچیده بین زیر شاخه توده مردم، مقاومت و رژیم است. باید اول روابط بین زیر شاخه را بیشتر و دقیق‌تر زیر ذره‌بین ببریم و عمل کردهای رابطه آنها دقیقا بررسی کنیم. دوم، باید خارج جعبه فکر کنیم. انگلیسی‌ها بهش میگن out of box thinking. منظورم این است که ما اعضای شورا معمولا در چارچوب مقاومت بحث و بررسی میکنیم که خیلی طبیعیه، ولی بعضی موقع باید خودمون را جای مردم عادیه که در مقاومت فعال نیستن و سیاسی نیستن بگذاریم. من مثالای زیادی دارم درباره روابط این سه تا زیر شاخه، ولی به خاطر کوتاه
من صحبتم اینجا خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. با تشکر از آقای اقوامی، از آقای کاکبابا شیخ حسینی درخواست میکنم صحبتشون رو بفرمایند. بفرمایید. با سلام خدمت خواهر مریم و خدمت آقای مسعود رجوی و دوستان مبارز در شورای ملی مقاومت و همه خواهران و برادران که در این جلسه شرکت دارم. تشکر می کنم از اینکه بنده رو دعوت کردین تا در اجلاس میان دوره‌ای شورای ملی مقاومت به نمایندگی سازمان خبات کردستان ایران شرکت کنم. فرصت رو غنیمت می شمارم و به مردم مبارز و انقلابی در کردستان ایران و پیشبرگان قهرمان سازمان خبات و تمامی آزادی خواهان در ایران و کردستان ایران درود بفرستم. همچنین به مجاهدان مبارز در اشرف سه سلام و احترام زیاد می‌رسانم. به دوستانی که در فعالیت‌های سازمان در فعالیت‌های مقاومت و دوستان سازمان مجاهدین خلق ایران که فعالانه در جریان دادگاهی حمید نوری جلاد شرکت کردند و روند این دادگاهی این شکنجه‌گر را به شیوه مثمر ثمر به نفع مقاومت ایران و به زیان رژیم ددمنش آخوندی مبدل کردند درود می‌فرستم. امیدوارم که در آینده نزدیک محاکمه آخوند رئیسی جنایتکار و دیگر آخوندهای جنایتکار در داخل ایران و در داخل و در دادگاه‌های داخل ایران شاهد باشیم. دوستان گرامی، رژیم ضد مردمی آخوندی رو به زوال و نابودی است. این رژیمی که جدیداً حیدر قربانی در کردستان ایران در زندان سمنگان را اعدام کرد و جنایت‌هایش را علیه مردم کردستان ایران رو به فزونی گذاشته و در مقابل آن همه جنایت ما شاهد مقاومت و پایداری مردم کردستان در برابر این رژیم و نیروهای سرکوبگرش هستیم. همینطور که میدونید بعد از اعدام حیدر قربانی و مصطفی حیدر قربانی مردم بیشتر شهرهای کردستان در اعتراض محل کارهاشون رو بستند و به رژیم این پیام رو دادن که این رژیم باید از تنها راهش نابودی و اینه که در واقع مردم کردستان رو رها کنه. ما در حالی که شاهد فشارهای رژیم و شکنجه مردم و آزادی خواهان در کردستان ایران و در سراسر ایران هستیم، متاسفانه میشنویم و میبینیم بعضی از جریان‌ها با این رژیم ددمنش در حال مماشات و پیشنهاد مذاکره میدن که اگر تنها به پیام حیدر قربانی در ایامی که در زندان سنندج بود و تحت شکنجه بود گوش فرادهند، میبینند که مردم کردستان ایران تنها راه مقاومت در برابر
این رژیم را انتخاب کردن، نه راه مماشات و به اصطلاح گفتگو، که تنها تسلیم شدنه. یعنی این نیست که بگیم وقتی از مماشات و گفتگو و اینا با رژیم صحبت میشه، این رژیم فقط تسلیم شدن رو میخواد. و در گذشته هم دیده ایم که هر جریان و هر گروهی که به رژیم نزدیک شده حتما از جانب رژیم بهش ضربه وارد شده است. ما به عنوان سازمان خبرات کردستان ایران که بیش از 25 سال است با سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران هم پیمان هستیم و به برادر مسعود پیمان و وعد داده ایم که تا سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران و به کرسی نشاندن حقوق تمام ملیت‌های ایران بر همپیمانی خودمون پایدار و پایبند خواهیم بود و خواهیم ماند و از تمام جریان‌های کردستان ایران می‌خواهیم که سازمان خبرات کردستان ایران نمونه قرار دهند و نه با شیخ و نه با شاه گفتگو نکنند و بدونن که هر گونه مماشات با شاه و شیخ به زیان مردم کردستان و به زیان خود این جریان ها خواهد تمام خواهد شد. با تشکر از شما و با امید پیروزی و با امکان پیروزی و سرنگونی محتوم رژیم آخوند. با تشکر از شما آقای کریمی بفرمایید. با هزاران درود، نه تنها درود ما بلکه درودهای اقشار و طبقات محروم و ستم دیده و در جوش و خروش اعتراض و قیام نثار دو قهرمان ملی ایران که من در آن تردید ندارم درود. سلام به اعضای محترم شورای ملی مقاومت و خانم ها و آقایان ناظر در شورا. صحبتم رو به اختصار شروع میکنم. ما به طور کلی آدم بد داریم، آدم خوب، که هر کدومش مراتبی داره. اما مشکل بزرگ مردم ایران اینه که 43 ساله اسیر وحشی ترین، درنده ترین جانوران خطرناک هست. این مجموعه حاکم در جانور شناسی باید شناختش، چون آدم بد هم نیست. جانوران بد هم بدترین. حالا قیاس کنید مقاومت در برابر چنین مجموعه درنده‌ای. اینجا ارزش مقاومت ایران میشه فهمید. ارزش مقاومان ایرانی رو از زنان و مردان، پیران و جوانان میشه فهمید. در چنگال یک حیوان درنده نیستن،
باغ وحشی مملو از حیوانات درنده. وسط اینا بلند شدن به اعتصاب، به اعتراض کم مسئله‌ای نیست. این رهبران قهرمان مقاومت ایران، مسعود و مریم بودند که رژیم رو از حیث ماهیت عریان کردند در معرض دید جهان. مسئله روز سوای اعتصابات معلمان و دیگر اقشار و طبقات محروم، دادگاه سوئد هست. فرشته و من که نگاه کردیم از راه دور، از طریق اینترنت، از طریق سیمای آزادی، این صدای رسای مردم ایران. ما فقط نوری رو اونجا ندیدیم، بلکه از خمینی تا خامنه‌ای رو در صندلی اتهام دیدیم که با مزدورشان محاکمه میشن. این دادگاه محدود به حمید نوری یا ایرجونش نیست. دادگاه بلژیک خیلی پیام داره، میگه گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، اما دادگاه بلژیک شیشه و سنگ نبود. یک قهرمان ملی فولادین آب دیده بود و یک بمب مهیب، خوشبختانه خونسار شد اما سنگ و شیشه نبود. بمب و فولاد. من به سهم خودم و فرشته عزیز داریم روزهای تاریخی رو می‌گذرونیم، روزهایی که تاریخ به تعیین تکلیف رسید. مماشادگرانند که این رژیم محتضر که دم مرگ داره چانه میندازه، وراجی میکنه، شاخشونه میکشه، والا به پشتگرمی شماست، فقط به پشتگرمی شماست. شما آماده ای تا ابد از این نوع رژیم ها دفاع کنید. اعمال خود رژیمه، رفتارشه، شدت پررویشه که شما هم دادید
و اونها اینها رو وقیح کرده، هر کدامش از اون فرمانده کل سپاه جانیانش گرفته تا استشون خامنه‌ایه، بی همه چیز آدم کش. بار دیگر به تمام اعضای و هواداران مقاومت ایران و تمامی به پا ایستادگان و برخیزان ایران در بند و منبع الهام بخششان، محرکشان، دو قهرمان ملی ایران مسعود و مریم درود میفرستم. از خانم شاکری درخواست می‌کنم که صحبتشون بفرمایید. بفرمایید. با سلام خدمت همه عزیزان دور و نزدیک حاضر در جلسه و با سلام بسیار گرم و مخصوص به شما مریم عزیزم که با تلاشی خستگی ناپذیر مثل همیشه در تمام صحنه‌ها بر علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و برای آزادی مردم و برقراری یک جمهوری سکولر دموکراتیک حضوری اثرگذار و پربار دارید. واقعا خسته نباشید، این همه انرژی حاصل باورمندی به تساوی حقوق انسانی، شرف و نهاد نیکی است که در وجود انقلابی و آزادی خواه شما است. گفتم شرف، به یاد صدای فریاد رسای بیشرف بیشرف مردم به مزدوران حکومتی و یورششان به تظاهرات مادران دادخواه، معلمان و مردم به جان آمده در جای جای ایران افتادم. اما بیشرف چه معنایی دارد؟ بیشرف یعنی بی آبرو، بی حیثیت، بی عزت، بی شرافت، نانجیب، پست، رذل، که همه این صفات در خامنه‌ای و دار و دسته جنایتکار حکومتیش جمع است. همه چیز را از مردم رو بودند، هر ستمی را بر آنها روا داشتند، اما یک چیز را نتوانستند از آنها بگیرند و آن شرفشان بود. نیک گوهری، والایی، بزرگ منشی و مقاومتشان بود. شاهدش خون پاک بیش از 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شده که برای تحقق آرمانهایشان تا پای جان عاشقانه مبارزه کردند و ایستادند و سربدار شدند. شاهدش قیام کنندگان شجاع و شهیدان تیر و آبان و دی و هر ماه هر سال. شاهدش قیام مردم به جان آمده در خوزستان، اصفهان، بختیاری، لرستان، کردستان و جای جای ایران. شاهدش سوگند کشاورز محروم بختیاری به شرافتش با اشاره به تفنگ برنوش و سردادن شعارش وای اگر ایل من برنو به دست بگیره. شاهدش خیزش و اعتصابات کارگران در سراسر ایران. شاهدش حضور و فعالیت‌های چشمگیر دلاوران در کانون‌های شورشی و هسته‌های مقاومت در سراسر ایران.
شاهدش حضور شیر زنان و دلاور مردان مجاهد ارتش آزادی بخش و پایداری و ایستادگیشان در اشرف سه، شاهدش حضور فعال جنبش دادخواهی مقاومت در سراسر جهان، شاهدش حضور هر روزه هواداران و آزادی خواهان در استکهلم در برابر دادگاه محاکمه حمید نوری جنایتکار که تجسم مسلم بیشرفی است، شاهدش وجود دو انسان والا، صدیق و نیک گوهر و انقلابی چون خود شما و مسعود عزیز به عنوان رهبر و راهنمای یک تشکیلات منسجم، مستقل و نیرومند و همیشه آماده ی رسم. بله، این است گنجینه ما، این است شاهد شرف ما. قتل و غارت و نابودی و ستم بر مردم از یک طرف و حضور مزد بگیران و نفوذی های آشکار و پنهان و ریز و درشت در داخل و خارج با هدف تخریب این مقاومت از طرف دیگر همراه با صدور تروریسم در طول بیش از 40 سال شاهد دیگری در بیشرفی این جانیان است. پس بی سبب نیست که مردم در خیابانها رو به سوی حکومتیان و مزدورانش فریاد میزنند بی شرف بی شرف. در این شرایط ضد انسانی است که ما به شرفمان سوگند یاد کرده ایم که دست در دست هم همراه با مردم و این مقاومت سازمان یافته حاضر حاضر گویان بنیان ظلم را برکنیم. ایستاده ایم و اراده کرده ایم تا با شعار آتش جواب آتش شعله تغییر را تا سرنگونی این رژیم برافروخته نگاه داریم. اما لازم است در این روزها که دادگاه دشخیم نوری در جریان است فهرستوار به نکاتی هم اشاره کنم. حضور شاهدان و شاکیان مجاهد و اظهاراتشان روند و کیفیت دادگاه را تغییر داد و آن را به جایگاه و رودررویی واقعی مردم و حکومت، خلق و ضد خلق، با شرفها و بیشرفها تبدیل کرد. برخلاف تمهیدات فراوانی که نفوذی‌ها و امنیتی‌ها برای این دادگاه پیش‌بینی کرده بودند، می‌بینیم که با حضور مؤثر شاکیان و شاهدان مجاهد، چگونه برنامه ریزی‌هایشان با هدف نفی مقاومت، سرقت جنبش دادخواهی و هویت زدایی و تخریب سازمان مجاهدین و رهبرانش و سفیدنمایی مأموران نفوذیشان در برنامه ریزی چند و چی دستگیری نوری بر باد رفت و نفوذی ها را حیران و هیستریک در راهروهای دادگاه و در دنیای مجازی و تلویزیون ها و کلاب هاوس هایی که در دایره وزارت اطلاعات انجام وظیفه می کنند رها کرد. با شکست این برنامه ریزی است که می بینیم آنها دریچه دیگری را برای تخریب تشکیلات مجاهدین و رهبرانش باز کردند و آن مطرح کردن مسائل نوزادان 40 ساله است و داستانهایی در این مقوله که خود جای بحث فراوان دارد. حضور هر روزه این مقاومت اهمیت تشکیلات را در این شرایط نشان داد. ضمن اینکه ما شاهد در کنار هم قرار گرفتن و صف‌بندی گروه‌های باورمند به تغییر و نیروهای صادق و سرنگونی طلب و حضورشان در کنار این مقاومت هستیم در برابر دادگاه و به عینه می‌بینیم که چگونه در بزنگاه‌های تاریخ آرمان‌خواهان و آزادی‌خواهان و انقلابیون واقعی علی‌رغم اختلاف نظرهای سیاسی در کنار هم می‌ایستند و تجربه پرارزش روزهای انقلاب ضد سلطنتی را یک بار دیگر تکرار می‌کنند و بالاخره با جو انقلابی و ملتهب داخلی و صف‌بندی‌های بیرونی خارج از کشور به قول مسعود با توجه به موقعیت انقلابی جامعه همه چیز حاکی از ضرورت تحول و گذار به یک روزگار نوین است. زنده باد آزادی.